سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی با شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با مروری بر آخرین رخدادهای هفته گذشته. با ما همراه باشید. دوای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و گلن با سرکوب‌های پارک گزی استانبول آغاز و با بستن مدارس وابسته به فتح الله گلن و همچنین تفکیک جنسیتی در خوابگاه‌های ترکیه شدت یافت. تنش میان اردوغان نخست وزیر ترکیه و حامیان فتح الله گلن رهبر مذهبی تبعیدی با دستگیری برخی از فرزندان وزیران کابینه وارد ابعاد تازه‌ای شده است. تحقیقات در مورد فساد در دولت و گزارش‌های مربوط به برکناری رؤسای پلیس نشانه افزایش درگیری میان حزب حاکم عدالت و توسعه و فتح الله گلن، شخصیت مذهبی پرنفوذ ترکیه است که در تبعید خودخوانده در آمریکا زندگی می‌کند. آیا درگیری‌های اردوغان و جماعت گلن فقط بر سر انتخابات است یا ماهیت دیگری دارد و این اختلاف ترکیه را به کدام سو می‌برد؟ گزارش ببینید از مهستان بختیاری، خبرنگار ایران فردا از ترکیه. این خبر اگرچه روز سه‌شنبه وقتی منتشر شد بسیار کوتاه و فشرده بود، اما هرچه زمان گذشت ابعاد تازه‌تری از اون آشکار شد، به ویژه صبح چهارشنبه که روزنامه‌ها با تیتر تازه به پیشخوان روزنامه فروشی آمدن و همونطور که تیتر زده بودن، این موضوع یک شوک بزرگ و در واقع بمب خبری بود. به جرئت میتونم بگم تمامی روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه، هم از اوبیون، جمهوریت، ملیت و زمان، تیتر بزرگ و صفحه نخست خودشون رو به این موضوع اختصاص داده بودن، کمان که همه این روزنامه‌ها در صفحه نخست خودشون تصویری از آقای رضا زراب، تاجر ایرانی تبار، درج کرده بودن و به نظر می‌رسید بخش عمده‌ای از خبرها هم مربوط به ایشون هستش. آقای زراب در ترکیه فرد ناشناخته‌ای نیست، البته نه به واسطه موفقیت‌های تجاری خودش، بلکه بیشتر به خاطر ازدواج ایشون با خواننده سرشناس ترکیه خانم ابرو گوندش. اون چیزی که روزنامه‌های ترکیه در مورد آقای زراب مطرح می‌کنن در مورد اتهامات ایشون این هستش که آقای زراب در طی سال‌های گذشته حدود 10 میلیارد دلار پول نفت رو از طریق نقل و انتقالات بانکی به ایران منتقل می‌کنه و به واقع به نوعی تحریم‌ها رو دور می‌زنه. در این ارتباط هم حدود 142 میلیون لیر ترکیه به افراد مختلف در ترکیه رشوه میده. البته این موضوع در مورد آقای زراب تازگی نداره. پلیس سال گذشته ایشون رو یک بار دستگیر میکنه و در این زمینه پرونده‌ای برایشون تشکیل میده. اما وقتی روز سه‌شنبه این خبر منتشر شد، تحلیل‌های اولیه بنابر محدود بودن خبر هم متفاوت بود. گمان زنی‌ها بر این استوار بود که به هر حال امکان داره که این دستگیری‌ها در ارتباط با وعده دولت در زمینه مبارزه با فساد باشه. ولی وقتی تعداد بازداشت‌ها به 80 نفر رسید، تحلیل ها متفاوت شد. به ویژه وقتی نام بستگان و نزدیکان وزرای دولت مطرح شد، هیجان خبر هم برای افکار عمومی بیشتر شد و پای افراد دیگه‌ای به این موضوع باز شد، از جمله آقای فتح الله گلن که یک شخصیت مذهبی بسیار پرنفوذ در ترکیه هستش. در مورد آقای فتح الله گلن اینطور باید بگیم که ایشون یک استاد الهیات هستند، در شرط فعلی در ترکیه حضور ندارن، در یک تبعید خودخواسته در امریکا هستند، ولی پیشینه ایشون در واقع و حوزه فعالیتش به 40 سال پیش در ترکیه برمیگرده. از جنوب ترکیه در یک مسجد کوچک فعالیت‌های خودش رو آغاز میکنه، ولی در این مدت یک شبکه گسترده از طرفداران وی در داخل ترکیه و خارج از ترکیه در اغلب کشورهای اسلامی به وجود میاد، تا حدی که جنبشی رو تحت عنوان جنبش گلن به وجود میارن با شعار محوری عدالت و مدارا‌گرایی در اسلام. بخش عمده فعالیت‌های شبکه آقای گلن فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در زمینه تعالیم اسلامی، همینطور امور خیریه، ساخت مساجد و دانشگاه هستش. از منابع مالی زیادی گفته میشه که این شبکه برخوردار هست. همینطور بخش عمده از اعضای حزب عدالت و توسعه گفته میشه از کسانی هستن که آبشخور فکرشون در واقع نشأت گرفته از شبکه آقای گلن هستن. آقای گلن در مدتی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه فعالیت داشته، گفته میشه تأثیر زیادی داشته در موفقیت این حزب در عرصه سیاسی ترکیه. اما اخیراً بنابر دلایل مختلفی اختلافات عمده‌ای رو با آقای رجب طیب اردوغان
پیدا میکنه، از جمله در زمینه ناآرامی‌های اخیر در ترکیه یا سیاست‌های اخیر آقای رجب طیب اردوغان در مورد تفکیک جنسیتی. بسیاری همین اختلافات رو مبنای این موضوع قرار میدن که ممکنه بازداشت‌های اخیر به نوعی از سوی آقای گولن و شبکه‌شون کانالیزه شده باشه، اون هم به دلیل اینکه آقای گولن در واقع نفوذ زیادی در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه رو داره و به هر حال تحلیل‌های فعلی در این زمینه هستش. اما اون چیزی که مسلم هستش، این اختلاف‌ها به هر حال تأثیر زیادی بر حزب عدالت و توسعه خواهد گذاشت و به نوعی این حاشیه‌ها میتونه مسائل جدی رو به خصوص در انتخابات پیش رو سال 2014 به وجود بیاره. خود آقای رجب طیب اردوغان در این زمینه عنوان میکنه که اظهار نظری داشته در همین یکی دو روز گذشته و عنوان میکنه که کسانی که از سوی محافل تاریکی در داخل و خارج حمایت میشن نمیتونن مسیر ترکیه رو عوض بکنن و حزب عدالت و توسعه در مقابل هر ترفندی خواهد ایستاد. حاشیه‌های زیادی در مورد این موضوع مطرح هستش. اونطور که به هر حال گفتیم آخرین تحلیل‌ها مربوط هست به این موضوع که ممکنه شبکه آقای گولن و اختلافات ایشون با آقای رجب طیب اردوغان باعث این بازداشت ها باشه. همینطور حواشی دیگه از جمله ارتباط حاکمان که ترکیه با ایران در زمان تحریم ها. به هر حال باید دید این خبر که در روزهای پایانی سال خبر داغ روز ترکیه شده و ببینیم دستگاه قضایی ترکیه چه تصمیمی رو در ارتباط با این پرونده و متهمان خواهد گرفت. سفر هفته گذشته هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار با جعفر پناهی و نسرین ستوده در سفارت یونان در تهران با انتقادات تند محافظه‌کاران تندرو مواجه شد. در حالی که گفته می شود سفر هیئت اروپایی به تهران به دعوت مجلس صورت گرفته است، یک نماینده مجلس خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه در این مورد شده است. پس از انتقاد دو نماینده مجلس از این دیدار، حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری هم در این زمینه گفته است پارلمان ها و سازمان ها و نهادهای اروپایی ماموران آمریکا بوده و قابل اعتماد نیستند. بنابر گزارش ها نسرین ستوده و جعفر پناهی دو فعال مدنی که حق خروج از ایران را ندارند در تهران با هیئت پارلمانی اروپا گفتگو کردند. رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده در این خصوص گفت که محور اصلی گفتگوی این دو با هیئت اروپایی مسئله آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی بوده است. آقای خندان همچنین گفته است که جعفر پناهی و نسرین ستوده درباره ارتباط میان گفتگوها با ایران بر سر برنامه هسته‌ای و وضعیت حقوق بشر با این هیئت اروپایی گفتگو کردند. فعالان مدنی در ایران نگران هستند که گفتگوهای غرب با ایران بر حساسیت جهانی نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران سایه افکند. در همین حال سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار با جعفر پناهی و نسرین ستوده در سفارت یونان در تهران با خشم گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده است. حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری در این زمینه گفته که پارلمان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای اروپایی ماموران آمریکا بوده و قابل اعتماد نیستند. ممدوحی افسوده دیدار این هیئت با پناهی و ستوده نشان می‌دهد که آنها در ایران به دنبال چه چیزی هستند و هیئت نمایندگان پارلمان اروپا به سبب این دیدار متهم هستند. وی افسود ایران باید در برخورد با این پارلمان کاملا مراقب باشد و توجه داشته باشد که اینها به دنبال چه هستند و چه می‌خواهند. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از هیئت 8 نفره هیئت اروپایی پرسیده چرا در نخستین برنامه خود با جعفر پناهی و نسرین ستوده دیدار کردند. کوسری افسوده تلاش و اصرار اروپایی ها برای دیدار با فتنه‌گران نشان دهنده و تاییدگر ارتباط و حمایت اروپایی ها به خصوص انگلستان از فتنه سال 1388 است. کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس نیز روز گذشته در خصوص دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی گفته بود که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. جلالی متولیان امر در این زمینه را دستگاه قضا و وزارت اطلاعات دانسته و گفته است آنها باید در این خصوص پاسخگو باشند. وی همچنین گفته بود که یک ماه پیش رئیس گروه سوسیالیست های اروپا در جریان سفر خود به ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی ملاقات کرده بود. در همین حال و در شرایطی که کاظم جلالی گفته بود مجلس در خصوص دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی پاسخگو نیست،
جواد کریمی قدوسی دیگر نماینده مجلس نیز خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه در این زمینه شده بود. با این حال وزارت امور خارجه ایران گفته بود سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران ارتباطی با آن وزارتخانه ندارد و این مجلس شورای اسلامی است که در این باره تصمیم گیری می کند. هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا روز جمعه 22 آذر ماه وارد تهران شد. این هیئت 8 نفره قرار است در سفر 5 روزه خود به ایران که تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت با نمایندگان مجلس و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، یک عضو هیئت رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 88 و خانواده دانشمندان هسته‌ای کشته شده از دیگر برنامه‌های این هیئت است. این هیئت قرار است چهارشنبه آینده یک کنفرانس خبری برگزار کند. به عقیده کارشناسان زمینه مسافرت هیئت پارلمانی اروپا به ایران پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو فراهم شده است. یک روز پس از آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با دفاع از نمایندگان گفته بود موضوع هدایای نقدی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس برای مصرف افراد بی‌بضاعت بوده، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم میگوید این موضوع معمولی بوده است. باهنر همچنین در خصوص قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و انتقادات بسیاری که پیرامون آن مطرح شده هم گفته است ضرورتی نداشت که گزارش تحقیق از تامین اجتماعی در این حد مطرح شود. در همین راستا سعید مرتضوی نیز در تازه ترین واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تهدید کرده است که گروه نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را رسوا خواهد کرد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران با اشاره به هدایای سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس گفت اینکه به 37، 150 و یا اصلا 290 نماینده بن 2 یا 3 میلیونی یا مواردی از این دست داده شود موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بنها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیشان می گرفتند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود سوءظن باید خیلی قوی باشد که در مورد نماینده یا وزیر بگوییم که بن کالا را آنها خودشان مصرف کردند و یا به مردم دادند. باهنر با تأکید بر اینکه این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده است گفت این موضوع تنها شامل نمایندگان مجلس نمی شود. مثلا مدیر عامل شستا در طول یک سال 50 میلیون تومان بن گرفته که بین 1000 یا 2000 کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است، البته با این پیش فرض که تمامی اتفاقات باید قانونمند باشد. وی افزود وزرا و دستگاه‌ها همواره بودجه‌های خارج از شمول قانون محاسبات دارند که می‌توانند این بودجه‌ها را در این گونه موارد مصرف کنند. البته نباید خدای ناکرده این مسئله تبدیل به سوء استفاده شخصی گردد و اگر یک ریال هم حلال و حرام شود باید بررسی شود. نایب رئیس مجلس در مورد احتمال قرائت جوابیه مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در مورد محتویات گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس گفت احتمال قرائت این جوابیه در صحن علنی مجلس وجود دارد. با هنر توضیح داد هیئت رئیس مواردی که به صورت جدی در مورد گزارش تحقیق و تفحص مشکوک است را به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد و رسیدگی های بعدی نیز با قوه قضاییه است تا بررسی کند پول های گرفته شده چگونه استفاده و هزینه شده است. این نماینده مجلس در پایان نیز گفت شاید ضرورتی نداشت که گزارش تفحص از تامین اجتماعی در این حد مطرح شود. روز دوشنبه نیز علی لاریجانی با اشاره به جنجال‌ها پیرامون هدیه گرفتن میلیونی نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت آنچه که شنیده‌ام مبلغ را برای مصرف افراد بی‌بضاعت و به صورت بن به نمایندگان دادند. در همین راستا سعید مرتضوی در تازه‌ترین واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که طی آن به ده‌ها تخلف مرتضوی اشاره شده بود تهدید کرد که گروه نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را رسوا خواهد کرد. به گزارش وبسایت دولت بهار مرتضوی گفت که دادگاه علنی تحقیق و تفحص از این سازمان را به صحنه رسوایی عقبه تحقیق و تفحص تبدیل خواهد کرد. و این اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر علیرضا محجوب نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص مبنی بر اینکه سعید مرتضوی تنها باید در دادگاه پاسخگو باشد بیان کرده است.
مرتضوی درباره هیئت تحقیق و تفحص گفت عوامل یک باند سیاسی تمام توان خود را بسیج کردند تا با هیاهو و جنجال مطالبی را برخلاف واقعیت به افکار عمومی القا کنند. وی تهدید کرد به طور حتم اگر دادگاه علنی باشد، صحنه دادگاه را به صحنه رسوایی عوامل این اقدامات تبدیل و پشت پرده این باند سیاسی را به طور شفاف و مستند افشا خواهم کرد. مرتضوی در ادامه تحقیق و تفحص را پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تأمین اجتماعی و جایگزین کردن چهره‌های فتنه‌گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی معرفی کرده است. دادستان سابق تهران مدعی شده باندی که در پشت صحنه این تحقیق و تفحص قرار دارد در حوادث 18 تیر و فتنه 88 نقش داشتند و از اقدامات قانونی بنده لطمه دیدند و حالا در حال انتقام گیری هستند. هفته گذشته عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران برای گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای به آلمان رفت. در رویدادی دیگر مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در دیدار رئیس هیئت پارلمان اروپا گفت طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود بر اساس توافق ژنو پایبند بمانند. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم با تأخیر چند روزه نسبت به اضافه شدن 19 شخص حقیقی و حقوقی به لیست تحریم شدگان آمریکا واکنش نشان داد و در این حال ادعای برخی عناصر داخلی در خصوص مرگ توافق ژنو را غیر واقعی دانست. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد ایران به آلمان رفته است. خبرگزاری‌های ایران هدف از این سفر را گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای و شرکت در نشست بنیاد کوربر ذکر کردند. خبرگزاری ایسنا در این خصوص نوشت آقای عباس عراقچی قرار است در این سفر یک روزه با قائم مقام وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کند. در رویدادی دیگر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در دیدار رئیس هیئت پارلمان اروپا گفت طرف‌های مذاکره هسته‌ای ایران باید به تعهدات خود بر اساس توافق ژنو پایبند بمانند. علایالدین بروجردی در دیدار با خانم تاریا گرونبرگ رئیس کمیته روابط با جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا سیاست ایران در قبال کشورهای اروپایی را تشریح کرد و گفت آمریکا در نقض توافق اخیر ژنو نشان داد که کشور غیر قابل اعتمادی است. بروجردی با اشاره به توافق هسته‌ای اخیر در ژنو گفت طرف‌های مذاکره هسته‌ای ایران باید به تعهدات خود به موجب این توافق پایبند بمانند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود آمریکا با اعلام تحریم‌های اخیر به سمت سست نمودن پایه‌های این توافق پیش می‌رود. خانم تاریا گرونبرگ رئیس کمیته روابط با جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا نیز در این دیدار با اشاره به توافق هسته‌ای اخیر در ژنو ابراز اطمینان کرد این توافق در تمام زمینه‌های مورد نظر به تحقق برسد. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته این اقدام نامناسب بوده است. آقای ظریف در یادداشتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده در ادامه این انتقاد به مخالفان داخلی توافق ژنو که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است حمله کرده. ظریف در فیسبوک خود نوشت در چند روز گذشته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت که ما به شکل مقتضی و با در نظر گرفتن همه جوانب امر با آن پاسخ دادیم. البته برخی دوستان که از ابتدا دل خوشی از برنامه اقدام ژنو نداشتند مرگ زودرس آن را اعلام کردند که بیشتر بیان خواست خود بود تا واقعیت. آقای ظریف افزوده است ما با جدیت مذاکرات ژنو را دنبال می‌کنیم و البته در برابر هر اقدام نامناسب و غیر سازنده حتی اگر نقض توافق هم نباشد واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهیم داد. اقدامات نامناسبی که ظریف آن اشاره می‌کند عبارت است از اضافه شدن 14 شرکت و 4 فرد در تاریخ 21 آذر به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران. این شرکت‌ها و افراد با معاملات نفتی و بانکی با ایران در ارتباط بودند. در 20 آذر ماه نیز دولت آمریکا 19 شرکت و شخص را به اتهام کمک به شرکت هواپیمایی ماهان در دور زدن تحریم‌ها به فهرست تحریم‌های خود افزود.
البته دولت آمریکا افزودن این افراد و شرکت‌های جدید به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران را به معنای اعمال تحریم جدید علیه ایران ندانسته است. در همین حال یک روز پس از تحریم چند شرکت ایرانی و خارجی توسط وزارت دارایی آمریکا، هیئت کارشناسی ایران که در وین با نمایندگان 5 به علاوه 1 در حال مذاکره بود، مذاکرات خود را قطع کرد و به تهران بازگشت. در ادامه تنش میان آمریکا و حامد کرزای بر سر امضای توافقنامه امنیتی، رئیس جمهوری افغانستان که هفته گذشته به هند سفر کرده بود در دهلی نو گفت حرف آمریکایی‌ها با عملشان یکی نیست و دیگر با آنها اعتماد ندارد. در هفته اخیر امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا باعث بروز تنش‌های بین دو کشور شده است. آمریکا می‌خواهد که تا پایان سال جاری میلادی این توافقنامه امضا شود، ولی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امضای این توافقنامه را مشروط به دو شرط کرده است: پایان عملیات نیروهای آمریکایی به خانه‌های افغان‌ها و همکاری آمریکا برای از سرگیری گفتگو با طالبان از شروط آقای کرزای برای امضای این موافقت‌نامه بوده است. حامد کرزای در دهلی نو به شدت از آمریکا انتقاد کرد و آن کشور را غیر قابل اعتماد خواند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، به نوشته روزنامه نیشن، این اظهارات حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یک روز پس از آن مطرح شد که وی تاکید کرد اگر از تهدید و ارعاب استفاده شود، کابل توافقنامه امنیتی دو جانبه با آمریکا را امضا نمی‌کند. کرزای با اشاره به نامه ماه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در آن تضمین داده بود نیروهای آمریکایی به امنیت افغان‌ها در خانه‌هایشان احترام می‌گذارند، گفت من به آنها اعتماد ندارم. ما معتقد هستیم که این توافقنامه دو جانبه امنیتی به نفع افغانستان است و افغان‌ها نیز آن را تایید کردند، اما ما همچنان معتقد هستیم که حفاظت از خانه‌های افغان‌ها و برگزاری روند صلح از پیش شرط‌ها و لازمه امضای این توافقنامه است. رئیس جمهوری افغانستان در ادامه گفت هنگامی که اوباما در نامه می‌نویسد که او به خانه‌های افغان‌ها احترام می‌گذارد، باید آن را ثابت کرده به حرف خود عمل کند و به خانه‌های افغان‌ها احترام بگذارد. توقف بمباران‌ها و برگزاری روند صلح به صورت علنی و رسمی لازم و ضروری است. من تلاش می‌کنم که این مسئله یک بازی برد برد برای همه باشد. وی با تاکید مجدد بر لزوم مذاکره با طالبان به عنوان بخشی از روند صلح گفت منظور ما مذاکره با طالبان هایی است که افغان هستند و نه افرادی که با سازمان های تروریستی خارجی ارتباط دارند. اینها افرادی هستند که ما برای مذاکره با آنها در تلاشیم تا زندگی عادی را به افغانستان بازگردانیم. مذاکره با این طالبان ها ضروری است. شبه نظامیان طالبان مبارزه می کنند تا نیروهای خارجی را از افغانستان خارج کرده و قانون اسلامی را اعمال کنند. آنها کرزای را به عنوان دست نشانده آمریکا می‌دانند، اما کرزای امتناع طالبان برای مذاکره با وی را رد کرده و می‌گوید می‌توانم به شما بگویم که آنها با من مذاکره می‌کنند. مذاکرات محرمانه کمکی به ماجرا نمی‌کند. آمریکا و پاکستان نفوذ بسیاری بر طالبان برای برگزاری مجدد مذاکرات صلح دارند. مقام‌های دولت افغانستان و دولت آمریکا از حدود 2 سال پیش درباره همکاری‌های استراتژیک و امنیتی بین دو کشور گفتگو می‌کنند و اخیراً بخش امنیتی این همکاری‌ها به دلیل طرح شروطی از جانب آقای کرزای زمینه‌ساز گفتگوهای تازه‌ای شده است. هرچند اخیراً جرگه مشورتی در کابل از آقای کرزای خواست که توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با آمریکا را هر چه زودتر امضا کند، اما او خواستار حصول اطمینان از جانب آمریکا در چند مورد قبل از امضای این سند شده است، از جمله زمینه سازی برای مصالحه با طالبان و آزادی زندانیان این گروه از گوانتانامو. با وجود این، مقام‌های آمریکایی در سفرهایی که اخیراً به کابل داشتند، گفتگوهای مفصلی در این خصوص با مقام‌های دولت افغانستان و از جمله شخص رئیس جمهور داشتند. در آخرین مورد چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سفری به کابل گفت که بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان به او گفته که این توافقنامه امضا می شود. یک مقام مسئول از برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبل از کریسمس خبر داد. در همین راستا سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت تعیین روز اجرای اقدام مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 منوط به توافق طرفین در مذاکرات فنی است و بازه زمانی 6 ماهه توافق ژنو از روزی آغاز می شود که این توافق اجرایی شود. در رویداد دیگر نیز علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آقای
خامنه ای اعلام کرده است سیاست ایران ادامه مذاکرات هسته ای است. یک مقام مسئول به خبرگزاری ایسنا گفت که برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 5 علاوه 1 قبل از کریسمس خواهد بود. وی با اعلام این خبر به ایسنا گفت با توجه به تعطیلات پایان سال میلادی به احتمال قوی مذاکرات کارشناسی ایران و 5 علاوه 1 قبل از کریسمس برگزار می شود. در همین راستا سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با کاترین اشتون در بروکسل گفت توافق شد مذاکرات کارشناسی به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس سید عباس عراقچی با بیان اینکه در دیدار با خانم اشتون از مواضع آمریکا انتقاد شدیدی صورت گرفت خاطرنشان کرد که خانم اشتون اطمینان داد که 5+1 مصمم به اجرای توافق ژنو و پایبند به تعهداتش میباشد. وی افزود در دیدار با اشتون ضمن انتقاد از مواضع غیرسازنده غرب و به ویژه مقامات آمریکایی تاکید کردیم که اگر مذاکرات بخواهد ادامه یابد باید از برخی زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات تحریک کننده اجتناب شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 هفته گذشته از 17 آذر ماه به مدت 4 روز در وین برگزار شد. اما با توجه به اقدام آمریکا در اعمال برخی تحریم‌ها علیه ایران این مذاکرات متوقف و هیئت ایرانی به تهران بازگشت. در همین حال سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تعیین روز اجرای اقدام مشترک ایران و 5+1 منوط به توافق طرفین در مذاکرات فنی است و بازه زمانی 6 ماهه توافق ژنو از روزی آغاز می‌شود که این توافق اجرایی شود. مایکل مان این اظهارات لحظاتی پس از دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اروپا و هلگا اشمیت معاون وی بیان کرد و در رویدادی دیگر نیز علی اکبر ولایتی اعلام کرد سیاست ایران ادامه مذاکرات هسته ای است. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای با اشاره به مذاکرات اتمی و توافقنامه ژنو گفت آنچه مربوط به سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مذاکرات می شود ادامه مذاکره و پایبندی به آن چیزی است که توافق کرده است. ولایتی با بیان اینکه شرایط برای رسیدن به توافق هسته ای فراهم است گفت در حقیقت این آمریکا است که بیشتر از ایران نیاز دارد درباره موضوع هسته ای ایران فکری بکند و چاره ای بیاندیشد. صحبت‌های آقای ولایتی که 16 سال وزیر امور خارجه ایران بوده و مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین‌المللی است، نوعی حمایت از دیپلماسی خارجی دولت تلقی می‌شود. به عقیده آقای ولایتی، دولت آمریکا ناچار است به توافق ژنو پایبند باشد، چرا که به گفته او، ایالات متحده پس از تجربه شکست خورده عراق، افغانستان، لبنان و سوریه، حتما نمی‌خواهد که وضعیتشان در این منطقه به سمتی برود که به مصلحت آنها نیست. ولایتی همچنین تأکید کرد هیچ چیز نمیتواند مانع استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای در چارچوب قراردادهای بین‌المللی از جمله NPT بشود. چون به گفته وی ایران کار غیرقانونی نمی‌کند و اکثریت کشورهای دنیا از جمله اکثریت 5+1 هم این موضوع را تایید می‌کنند. هفته گذشته دانشجویان دانشگاه هنر تهران دست به تجمع زدند و خواستار استعفای رئیس این دانشگاه شدند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دانشجویان خواستار برکناری بسیاری از رؤسای تندروی دانشگاه کشور هستند. در این خصوص دولت آقای روحانی تاکنون رؤسای چند دانشگاه را تغییر داده که مهمترین آنها برکناری صدرالدین شریعتی رئیس تندروی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. دانشجویان دانشگاه هنر تهران روز سه‌شنبه 26 آذر ماه روبروی ساختمان حوزه ریاست دانشگاه دست به تجمع زدند و خواستار استعفای فلا رئیس این دانشگاه شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این تجمع شعارهایی چون رئیس بی‌لیاقت، استعفا استعفا و نیز شعارهایی علیه رئیس حراست دانشگاه سر داده شد و دانشجویان معترض خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در دانشگاه شدند. طبق گزارش رسانه‌ها روز گذشته فضای امنیتی سنگینی بر دانشگاه هنر تهران حاکم شده بود و به انهای مختلف از تلفن گرفته تا احضار دانشجویان تهدید شدند تا دست به اعتراض نزنند. حتی در حین تجمع نیز توسط ماموران حراست برای ایجاد ارعاب از تمام دانشجویان فیلم و عکس گرفته شد. تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در ادامه تجمع روز شنبه 23 آذر شکل گرفت و دانشجویان همچنان بر خواسته خود که استعفای رئیس دانشگاه است پافشاری می‌کنند.
در تجمع روز شنبه نامه خطاب به دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرائت شد که در آن دانشجویان خواستار حضور کمیته از وزارت علوم برای بررسی وضعیت دانشگاه، برکناری رئیس فعلی و انتخاب رئیس جدید از میان اعضای خوشنامه هیئت علمی دانشگاه شده بودند. این نامه در تجمع دیروز نیز قرائت شد و به امضای دانشجویان رسید. همچنین دانشجویان و نمایندگان آنها تأکید کردند تا رسیدن به مطالباتشان دست به اعتراض خواهند زد و در صورتی که این امر تحقق پیدا نکند کلاس‌های درس را تعطیل نموده و از حضور در امتحانها خودداری خواهند کرد. در همین راستا دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز روز گذشته میزبان هیئتی 3 نفره از بخش نظارت وزارت علوم بودند که با تجمع و نوشتن پلاکارد و سر دادن شعار تلاش کردند اعتراضشان به نحوه مدیریت دانشگاه را به گوش مسئولان برسانند. روز سه‌شنبه 26 آذر ماه هیئت نظارت وزارت علوم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدن کرد که در همین زمان برخی دانشجویان اقدام به تجمع موقت کردند. چندی قبل نیز دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا نسبت به مدیریت ضعیف دانشگاه اعتراض و خواستار فضای باز سیاسی و برکناری رئیس دانشگاه شدند. در همین راستا فرجی دانا وزیر علوم در تازه ترین اظهار نظر خود درباره برنامه خود برای افزایش استقلال دانشگاه ها گفت که میخواهد به هیئت امنا بر اساس قانون برنامه 4 اختیارات بیشتری بدهد. به گزارش خبرگزاری مه آقای فرجی دانا گفت دانشگاه ها همه امور خود را از تشکیلاتی، اداری، مالی باید برنامه ریزی کنند و مصوبات آن را انجام دهند. به افزود که وزارت علوم اختیاراتی که از دانشگاه ها گرفته شده را بر می گرداند. وزیر علوم گفت برنامه ما این است که هیئت های امنا را به عنوان مرجع در امور قرار خواهیم داد و سعی کنیم دانشگاه را به یک دانشگاه پاسخگو تبدیل کنیم. وضعیت بسته و امنیتی دانشگاه در دوران احمدی نژاد باعث انتقاد بسیاری از دانشجویان و استادان دانشگاه شده بود. در دوره 8 ساله احمدی نژاد ده‌ها استاد بازنشسته اجباری و یا اخراج شدند و صدها دانشجو نیز ستاره دار و از تحصیل محروم شدند. با روی کار آمدن روحانی یکی از خواسته های دانشجویان برکناری رؤسای تندروی دانشگاه ها بود و دولت اعتدالگرا تاکنون موفق به تغییر چند رئیس تندرو و اصولگرای دانشگاه ها از جمله صدرالدین شریعتی رئیس سابق دانشگاه علامه و نیز برکناری رؤسای دانشگاه های پیام نور اصفهان و گیلان شده است. سخنگوی اخضر ابراهیمی در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام کرد کنفرانس بین المللی سوریه در 22 ژانویه 2014 در شهر مونترو برگزار می شود. ترکیب و تعداد شرکت کنندگان در این نشست همواره مورد مناقشه بوده و هنوز هم روشن نیست که کدام یک از گروه های اپوزیسیون سوری یا کدام کشورها در آن حضور خواهند یافت. این نشست قرار بود در سال 2013 انجام شود، اما اختلاف نظر بر سر ترکیب شرکت کنندگان آن را بارها به تعویق انداخت. خول مطر سخنگوی اخضر ابراهیمی فرستادی ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که کنفرانس بین المللی ژنو 2 در شهر مونترو سوئیس برگزار می شود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه 25 نوامبر با انتشار اطلاعی از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه در 22 ژانویه خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متر تایید کرد که کنفرانس ژنو 2 به علت تکمیل بودن ظرفیت های هتل های شهر ژنو در 22 ژانویه در شهر مونترو برگزار می شود. سخنگوی ابراهیمی افزود که کنفرانس ژنو 2 برای مدت اندکی متوقف می شود و پس از آن در 24 ژانویه در مقر سازمان ملل در ژنو از سر گرفته می شود. مطر تصریح کرد که مخالفان و دولت سوریه با حضور اخضر ابراهیمی دیداری دو جانبه برگزار می کنند. وی در ادامه گفت که ابراهیمی با مشارکت کشورهای مربوطه در کنفرانس ژنو موافق است، اما بر این باور است که نباید در مذاکرات مستقیم شرکت کنند. سخنگوی ابراهیمی عنوان کرد که مدت زمان مذاکرات را هیئت‌های دولت و مخالفان سوریه در دیدار با ابراهیمی در 24 ژانویه مشخص می‌کنند. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو نوشت که تهران در صورت تعیین پیش شرط مشخصی برای کنفرانس ژنو 2 در آن نشست شرکت نمی‌کند. سفیر ایران در روسیه گفته که همگان آگاهی دارند که بحران سوریه بدون در نظر گرفتن ایران حل و فصل نمی‌شود، اما ایران تنها در صورتی حاضر به شرکت در این نشست است که هیچ پیش شرطی مطرح نشود.
مهدی سنایی در حال این سخنان را بیان کرده که مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته که کشورش هنوز دعوتنامه‌ای برای شرکت در اجلاس ژنو 2 دریافت نکرده است. گفتنی است در اطلاعیه رسمی سازمان ملل مبنی بر تاریخ تعیین نشست ژنو 2 نیز نامی از ایران برده نشده است. برگزاری نشست ژنو 2 در ماه می 2013 توسط روسیه پیشنهاد شد و مورد تایید آمریکا قرار گرفت. موافقت فوری و غافلگیر کننده دولت سوریه با برگزاری نشست اپوزیسیون این کشور را که آماده مداخله آمریکا در سرنگونی اسد بود سرخورده کرد. اپوزیسیون سوریه اعلام کرده که تنها در صورتی در کنفرانس ژنو 2 شرکت می‌کند که بشار اسد در دولت انتقالی حضور نداشته باشد. جمهوری اسلامی ایران که مناسبات تنگاتنگی با بشار اسد دارد تمایل خود به حضور در نشست ژنو را اعلام کرده است. روسیه از جمله حامیان حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه است، اما آمریکا تاکنون با این خواست مخالفت ورزیده است. روسیه از جمله حامیان حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه است، اما آمریکا تاکنون با این خواست مخالفت ورزیده است. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل برنامه که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.